خب اجازه من دستگاه رو بنویسم اینجا اصولشو و یه چک کنیم این همه دقیق دارم می‌نویسیم یا نه. پس من از اینجا بگیرم. خب اصول منطقه مضارعی کنار بذاریم که این نداشتیم. حالا فا یا آ میزنی فرق نداره. اینجا یه شرط کناری هم داشت. شرط کناری معمولا میگن سایت کاندیشن. تی باید برای ایکس توی آ آزاد بشه. شماره این از چند یازده بود؟ اینجا هم سایت کاندیشنش این بود که ایکس متعدده آزاد آن بود. این اصل دوازده بود. قاعده امپیر داشتیم و این آر داشته باشیم هر ایکس آر داشتیم. اینجا هم سایت کاندیشنش این بود که ممکن هیچ مفروضات شما نداشته باشین از اصول استفاده کنین، هیچ اشکالی نداره. اگه مفروضات اضافی دارین استفاده میکنین، این ایکس تو اون مفروضات نباید آزاد باشه که مثال داشتیم که دچار مشکل بشه. خب من تعریف برهان و مشابه پروپوزیشنال لاجیک دارم اینجا. پس اینکه من یه مجموعه از فرمولا داشته باشم، فرمولا میتونه مجموعه از جملات بشه الی آخر. اینکه HQ بنویسیم یه فرمولی مثل A رو میده، یعنی که من یه دنباله آیه تا آن از فرمولا دارم که این شرط داره. آن من اون چیزی که میخوام اثبات کنمه، این آخرین من این آه. اینا چی هن؟ اینا یا اصول هن
یا اینکه از گاما به دست میان یا از قواعد شما به دست میان. اگه از قواعد به دست میان، مثلا مود اسپوننس به دست بیاد، من دارم که ما قبلش مؤلفه‌های مود اسپوننس اون بالاها درست شده، تو یه جای پایین‌تر دارن تالیش مثلا درست میشه. یا اینکه ممکنه که قاعده‌ای که استفاده می‌کنین قاعده جنرالیزیشن دیگه. یا اینکه ممکن از این قاعده استفاده بشه، یعنی یه جایی این فرمول شما دارین که تو اثبات این هیچ مفروضاتی استفاده نشده است، یعنی شرط کناریش هم باید برقرار باشه، تو اثبات این هیچ فرضی استفاده نشده که x توش آزاد باشه، بعد از این میتونی اینو به دست بیاری. خب پس همون تعریف قبلی ازش، بعد یه قاعده هم توش اضافه شد. با این تعریفی که از مفهوم برهان داریم، در این صورت میگیم که با مفروضات گاما یه برهانی برای آ ارائه دادیم. مفروضات گاما، همین تعریفی که از مفهوم برهان دادیم، وقتی من به این صورت می‌نویسم، در واقع اگه دنباله متناهی باشد، این به این معنا هستش که من حتما یه زیر مجموعه ای. من فقط یه چیز توضیح بدم، اینجا می‌نویسم وجود داره، شما تو کل کار ریاضی انجام میدین، این با فرست اوردر ما اشتباه نگیریم، این تو زبان هستش که من و شما داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم، اشتباه هست داری استفاده میکنیم. خب پس وجود داره زیر گاما که متناهیه و در واقع این گاما صفر هستش که داره برای شما آره رو برش برهان میده. دقیقا از تعریفی که از برهان داریم این به دست میاد. من یه مثال با هم حل کنیم. این چیزی که ما داریم اینه که بخواهم به این که هر ایکس، اینا همواره ما توی کارهای ریاضیمون استفاده میکنیم دیگه، بخواهم به این که هر ایکس آر ایکس معادل هستش با نیشن آکس. اینه با من مثال از این حل کنیم. مثلا بیاین اولین رو من میخوام این رو ثابت کنم، هر ایکس آیکس نایس. خب قواعد هم دستورات من هم که اونجا هست. خب ببینید این رو قبول داریم. خب بعدی که اثبات به روش هیلبرتی وجود داره، ما باید یه جوری حدس و گمان و همه چیز سر خطا زیاد توش باشه، برعکس روش گرنزن که یه جوری الگوریتمیک هست، این یه جوری این حالت رو کمتر داره، ولی معمولا کسانی که یک کم تجربه پیدا کنن معمولا حدس میزنن که باید به چه صورتی حرکت کنن. خب ببینید من اینو که دارم، نه اینو قبول دارین، هر ایکس من با هر ایکس سوی وجودی رو میتونم بسازم دیگه، اینجا هست. نه پس اگه هر ایکس آیکس رو بات در نظر بگیرم، این ناطقه اون شماره 14 من میتونم بنویسم وجود دارد ایکس آی ایکس رو بات. این رو قبول داریم؟ مشکلی که نیست، من فقط دارم از اون اصل استفاده کنم. این در واقع چیه؟ نگیشن آیکس منه دیگه. پس عملا من این یه بار بازنویسی کنم، پس عملا چیزی که دارم اینه، میخوایم برای این که بگم اینجوری بنویسم، چیزی که دارم اینه هر ایکس نگیشن آیکس به شما میده نگیشن وجود دارد آیکس. فقط بازنویسی، چیزی که از ما میخواد داخل نگیشن داره، پس من میتونم یه جانشینی رو انجام بدم به جای آیکس نگیشن آیکس بذارم دیگه. پس چیزی که داریم اینه هر ایکس دابل نگیشن آیکس، پس اینجا دارم جانشینی انجام میدم، من اینا رو دیگه ننویسم،
فنکشن آکس. خب این چیزی که من میخوام اینجا دارم، چیزی که اینجا هست با این چیزی که اینجا از من میخواد در مورد این دابل نگشن، ولی چیزی که اینجا دارم آیکس دیگه. اینو یه جوری باید تبدیل کنم. من میدونم که آیکس دابل نگشن آیکس میده. پس اینو خب یه جوری باید از این استفاده. خب من بالاترش اینم میدونم، هر ایکس آیکس آیکس میت. نه قبول داری؟ خب این از دارم از چی استفاده میکنم؟ یه شرط نمیشه، آه بالا هستش دیگه، از این دارم استفاده. خب پس از این دوتا من میتونم نتیجه بگیرم که هر ایکس آیکس دابل نگیشن هر ایکس رو میده به شما، دابل نگیشن آیکس رو به شما میده. پس از این دوتا من نتیجه میگیرم، پس خط بعدی من این. من اگه این رو یه جوری تبدیل کنم به هر x دابل نگشن ax، میتونم از این دوتا استفاده کنم و کار تمام بشه دیگه. نه اینو پیشنهاد دارین؟ خب من هیچ مفروضاتی استفاده نکردم، همه چیزایی که دارم استفاده می‌کنم از اصوله دیگه. نه پس اون شرطه که اگه بخوام از جنرالیزیشن استفاده کنم میتونم این کار رو انجام بدم. تو جنرالیزیشن به من نمیگه که توی AX نمیتونه آزاد باشه، میگه اگه مفروضاتی استفاده کردین تو اون مفروضات نباید، توی برهان AX نباید اون باشه. من هیچ مفروضات اینجا استفاده نکردم. خب پس طبق این الان اگه کلن فای ایکس شما باشه، پس از جنرالیزیشن من به دست میارم که هر ایکس این عبارت من کلن داره. پس اینجا جنرالیزیشن بزنیم. خب من یه گام میخوام ننویسم. حالا بیاین این رو نگاه کنین، دارم این که این دارم این که اگه این توش آزاد نباشه که اعتبار اینجا نیست، این سور میتونم برم اینجا تغییر جنسیت هم نمیده دیگه. پس من میتونم این اینجوری بنویسم. پس از این من باید یه خط بنویسم، مود اسپاننس استفاده کنم، بعد اونو ننویسم. پس من باید برم نتیجهش بنویسم، چون اول این هستش بنویسم. پس دارم از اصل 12 استاد. خب اینا رو الان تو بخش اول اینجا دارم، مود اسپاننس میزنم، پس اینو دارم. خب خود اینم داشت اینو میداد، پس از این به دست میاریم. یه طرف شنه اثبات شد، طرف بعدی خواهی محل سوال نگیشن وجود در ایکس نگیشن آی ایکس.
پیشنهادیم. یه جوری من سوی وجودی رو که بتونم داشته باشم یکی اینه دیگه، نه یکی این که اگه سوی عمومی داشته باشم تبدیل به سوی وجودیش کن، غیر از این که ندارم. نه خب چجوری بنویسیم چی رو؟ باید اول هر ایسو داشته باشم. بکنم این جواب بده. ببینیم با این میتونیم کار کنیم. نگیشن نه AX به شما وجود دارد، X AX رو میده دیگه نه. خب عکس نقیزش رو بس به شما میده، عکس نقیزش. آها من اینو نگیشن کنم، اینو نگیشن کنم. خب این دارم از اصل 13 استفاده کنم، تی من خود x دیگه. خب عکس نقیز کنم، پس از این من میتونم اینو به دست بیارم. نگیشن وجود دارد x، نگیشن ax چی رو میخوام؟ اصلا همین رو خواهی استفاده. به شما دابل نگیشن x رو میده، ولی دابل نگیشن x خودش AX میده، بس من یک سره میمیسم AX یه مرحله هست بردم. خب این رو باید تبدیل به سور عمومی کنیم. من هیچ مفروضات اینجا استفاده که نکردم، که پس من میتونم جنرالیزیشن اینجا نه استفاده کنم. اگه جنرالیزیشن استفاده کنیم چی میشه؟ باش باش جای توضیح بدم آقای این عکس نقیز این آها این که دابل نگیشن AX میده دیگه نه، عکس نقیز دیگه. آره بله دیگه، من این که من پروفشنال هر چی داشته باشم قبول کردم. نه ببینید، من تمام قواعد پوزیشنال رو داریم، قواعد پوزیشنال داریم. یکی از چیزهایی که میتونیم اونجا، یعنی هر چی اونجا اثبات کنم، من میتونم اینجا با جانشینی برای همه فرمولای فرست اوردر هم استفاده کنم. یکی از چیزهایی که داشتیم این بود که آر و بی به شما نگشن بی آنگاه نگشن آر میده. این میتونیم اثبات کنیم دیگه، درسته؟ آره. من وقتی میگم که تمام اصول پروپوزیشنال در نظر میگیرم و تمام نتایجی که پروپوزیشنال به شما میده رو اینجا میتونی در نظر بگیری و هر جانشینی توش انجام بدی. پس این فرمول کلی رو دارم، پس من حتما اینجا یه مودسپرنس رو حذف کردم دیگه. پس حتما چون این قسمت رو دارم، پس این میتونم استنتاج کنم. برطرف شد. بعد این قسمتشو چون خود این داره AX میده، من بعد باید دوباره یه مورسپانس استفاده کنم، بعد ببینم اون AX میده، من اینجا هست کرد. خب اینجا این نگشن منظورت که اینجوریه معنا نداره، برای اینکه نگشن این فرمول میخواه وجود داره X که فرمول نیست، یعنی در واقع این اون معنا نداره. بنابراین اینجوری بنویسیم خودش درست خونده میشه. خب اینجا شرط جنرالیزیشن برقراره، پس من میتونم از قاعده جی استفاده کنم. اینم الان از قاعده 12 استفاده کنم. پس از این من نتیجه میگیرم که این جمله دیگه، چون جمله هستش، پس اون شرطی که برای 12 احتیاج داریم برقرار هست.
و این کار تمام بشه. خب پس چیزی که ثابت کردیم از این بعد به جای هر x a x شما میتونین نگیشن وجود داره x نگیشن a x استفاده کنین. مشابه هم چی میتونیم اثبات کنیم؟ این خب به این میتونیم اثبات بدین چیز جدید داشته باشه ما بگیرس دست و قلم شدین دست و قلم شدین. یه نفر از این بره با هم بگه چهارده و عکس نویز بفهمید خود نویز هم میخوای بذاریم؟ نویز آریز نویز پشت آریز این آنگاش کجاست؟ اینه فرامدست یه میده هم نیوز دارد ایکس آنگا باد. خب اون احوال ماده برایتی با دارد ایکس نگیشنش دیگه نه نگیشن ایکس. خب خب نگیشن از میشه یا نگیشن نه چی میخواییم؟ آها اینو میخواییم دیگه. شما از اینجا به دست میارین که دست نمید برای همین چیزی که میخوایم الان نشد دیگه نه؟ آها بله صورت سوال من چی؟ آها بله پس یه طرف هم نسبت بله نه این که درسته آها
فقط این دقت داشته باشید که ما سی نسبت برعکسش ثابت کنیم که میتونی استفاده کنی ولی اینجا جواب نیم این الان این وسیله نمیشه کسی دیگه از راست به چپ این ورش از چپ راست خب اکسا نقیز این نایره از اوی یعنی که شما این که اگه این رو ثابت کنم اکس نقیز این میشه این وجود دارد ایس نگشن آر ایس به شما میده نگشن هر ایکس نگشن آر ایس چی خواه این میاد اشتباه نوشتم خب اگه بتونی بگی که وجود در ایکس داره نشن ای ایکس وجود دارد ایکس آیکس میده کار تمام میشه پس باید اینو میتونیم بگیم
از این؟ بله. ما کدوم طرفش رو اثبات کردیم؟ از این برای ساعت چیجا استفاده میکنیم؟ خب اونو یه بار انجام دادیم دیگه نه نه چون داریم نگهشن میگیم نمیشه چه قاعده میخوایی این استفاده کنی که این درست خب نمیتونی استفاده کنی اینجا داره نیشن آیکس باشه اینجا هم داره اینجا آیکس باشه نه داره نیشن آیکس میده آیکس آیکس هم که خودش میده بوجود داره دیست آیکس اما اینجا اینی چی بذارم؟ اینجا آیکس با چی باید کنم؟ اینجا رو بزنم وجود داره ایست خب اینو نداریم آخه نه یه جنون دیگه شنون آیس میده آیس و آیس هم سیده وجود داره ایست آیس بس بله اینو قبول کرد ادامه شرطیشو دارم اینجا می‌نویسم خب اینو که داریم بنابراین پس اینو نتیجه می‌گیریم پس چیزی که نتیجه می‌گیریم بعد از این دو تا هم استفاده کنیم نتیجه هستید بگیر اهلا چشم با هم همه میخواست بعد اینجا دقت داشته باشین یه چیزایی رو حذف کردم دیگه باید نوشته بشه بفهم توی کجا بزنین یعنی آیکس بنویسم یا دا
کاملا درست. همین رو خواستم ثابت کنیم. کاملا درست. خوشحال شدیم. خب فرض کنید که یه مثال بعدی بیارم. فرض کنید که گاما یک مجموعه از جملات باشه. دقت داشته باشید. گاما به شما فایل رو بده. من جد تاکید دارم می‌نویسم. چیزی که میتونی نتیجه بگیری اینه. هر ایس فایل رو شما بده. اینو قبول داری یا نه؟ آره ولی جیر من داشتم می‌نویسم. هیچ محفوظات برش در نظر نداری. اینو زیاد تاکید دارم می‌نویسم اینجا. این به چه معناست؟ به این معناست که شما یه برهانی برای فای داری که توی این برهان از محفوظات گاما استفاده شد. ممکنه هم استفاده نشده باشه. ولی من فقط باید بدونم اینه که شرط جنرالیزیشن برقرار هست یا نه. چون مجموعی از جملات هست پس هیچ یک از بس متغیر ایکس من توی هیچ کدوم از اعضای گاما آزاد نیست. این شرط سایت کاندیشن قاعده جنرالیزیشن برقراره. از جنرالیزیشن اینجا استفاده میکنین شما پس خط بعد خط بعدیتون هر ایکس فایل رو به دست بیارید. بنابراین پس اینو دارید. پس با این نگاه میتونیم جنرالیزیشن رو بهش نگاه کنیم. اگه مجموعه از جملات بذاریم دیگه اون شرط سایت کاندیشن خود به خود برقرار هست. این یه مطلب. ببین این حرفی که می‌نویسم درسته. مثلا اصلا من قضیه دیداشتن اینجا بنویسم. قضیه استنتاج به ما اینو میگفت که اگه گاما اجتماعش با فایوسار یک مجموعه از فرمولا باشه آنگا اگه گاما و فای به شما سایر بده این معادل با این میشه که گاما به شما فای رو سایر بده. دقیقا همون اثباتی که اونجا گفتم اینجا میتونی تکرار کنی. من دیگه نمیسیم. سه مجموعه از فرمولا هستش این. خب پس مسلماً اگه یه سری اثبات هایی که یادتون باشه ما توی پروفیشن هم این کار رو کردیم. این قضیه کمک میکنه بعضی از این اثبات هایی که داریم رو به من برای من راحت ترش میکنه. حالا سوالی که من دارم اینه فرض کنید که شما مثل یه پردیکیت بگید هر ایکس پی ایکس رو داری. میخوایی فرمول بگیریم که کمی شاید پیچیده بشه. هر ایکس وای ایکس رو داری. از این من میتونم این نتیجه بگیرم هر وای فای وای. فقط یه شرط مسلم ما میتونیم مثال بیاریم که اینو خراب بشه که اون وای توی فای ظاهر بشه و خودش یه باندی داشته باشه و اون کار خراب کنه. این شرط هم حتی بذاریم که وای اصلا توی متغیرهای فای ظاهر نشده باشه. پس اینو من دارم. ظاهر نشده باشه.
این درسته؟ من دارم تغییر متغیر بنویسم. این درسته چرا؟ ساده فقط به این چرا اینا فقط با اینکه ساده هستن ولی نکاتی که باید توی استفاده از قواعد یا دستورات یا اصولتون استفاده میکنید باید به اون نکات دقت داشته باشید. خواهران جز مفروضات شما چیه؟ هر ایس فای ایسته دیگه نه؟ خب شما این میکنه اصل 11 رو نگاه کنید. اما این جزء مفروضات شماست. هر ایس فای ایس. خب اون اصلی هم به شما میگه که هر ایس فای ایس به شما هر تی که سایت کاندیشنش یه که T برای X باید آزاد باشه دیگه. Y اصلا توی یه فای ظاهر نشده دیگه. پس Y برای X آزاده. نه؟ اصلا ظاهر نشده. پس من میتونم اون ترمی که میخوام فای Y بگیرم. خب خلاف حرکت نکردیم. این قاعده سایت کاندیشنش هم برقراره. مود اسپننس به شما میگه فای Y. من از اینجا میتونم جنرالیزیشن استفاده کنم یا نه؟ دقت کنید. جنرالیزیشن به شما میگه که مفروضاتی که شما برای اینکه به فای وای برسید از این مفروضات استفاده کردین دیگه نه؟ تو این مفروضات وای نباید آزاد باشه. اصلا ظاهر نشده توش. پس توش آزاد نیست. پس میتونم جنرالیزیشن استفاده کنم. پس این یه اثبات برای میشه. خب من یه مثال دیگه هم بیارم چون احتمالاً اون رو توی کامپین نست استفاده کنیم. دیگه انتظار هستش که این مثال رو بتونین حل کنیم. پس کنید که گاما یه مجموعه از فرمولا باشه که احتیاج داشته باشم یه سری شرایط کناری هم میذارم و فرض کنید که اینا جزء مفروضات شرط دوم اینی که گاما و مثلا سای به شما داره فای رو میده. چیزی که میخوایم نتیجه بگیریم اینه وقتی سای اینجوری مینویسم ممکنه متغیر آزاد داشته باشه ممکنه نداشته باشه اصلا کاری ندارم. منظورم این که این جمله نیست ممکنه داشته باشه ممکنه نه. چیزی که میخوایم اثبات کنیم اینه ممکنه احتمالاً احتیاج به سایت کاندیشن داشته باشین. اگه داشته باشین اضافه میکنم. حالا اینو من برای کامپلینس احتمالاً استفاده ازش خواهم کرد. کسی ایده ای چیزی داره؟ چی؟
ریاکشن بزنی این بده. خانم عزیزم شما چی میگین؟ طبق خب چیکار میکنیم؟ 13 رو داریم استفاده میکنیم. میخواین دیداکشن استفاده کنید؟ اشکال نداره، دیداکشن میتونید استفاده کنید. از شرط دو شما میخواییم ببینید که گاما بس داره سای آنگاه فایر میاد. چیزی میخواییم استفاده کنیم، چیزی که میخواییم به دست بینید پس میشه اکسن عریض این نمیخواییم استفاده کنیم. آقای بارتو دارم میگه که من کافیه ثابت کنم که نگیشن فای نگیشن وجود داره ایکس سایر میت. خب به عبارت دیگه گاما و نگیشن فای نگیشن وجود داره ایکس سایر میت. چی؟ فکر کنم باید اون ایکسی که انتخاب میکنیم جز متغیر آزاد فای نمیشه و احتمالا تو مفروضات گاما هم آزاد نمیشه. احتمال ثابت کردیم میشه هر ایکس نگیشن سای؟ نه چنین چیزی ثابت نکردیم. آیکس شما بگین نگشن آیکس به شما میده هر ایکس نگشن آیکس به شما میده که چنین نیستش که وجود داشته باشه ایکسی که داره نگشن آیکس. خب شما الان داره اولین چیزی که میگین اینی که چنین نیستش که آها شما میخواین این رو بگین البته چنین نیستش که وجود داره ایکس سای نگشن سای. این چرا؟ از که همون دیگه بزنیم دیگه جای آوز نگشن سای آن اینجا به جای آ بذارم نگشن به جای پای نگوز نگشن سای سای چی میشه؟ بله ها این آ سای چی میشه؟ یم اونجا از کدوم را میخوای استفاده کنی؟ از این میخوای استفاده کنی؟ از این میخوای استفاده کنی؟ نگشن به جای آل میذاری نگشن سای بعد این میشه دابل نگشن سای. نه ثابت این ثابت نکردی یه نگشن الان پشتش هستش ما داریم که وجود دارد دابل نگشن ایکس چی ثابت کردیم اینو؟ آها این رو ثابت کردیم وجود دارد ایکس ایکس این رو شامید این رو ثابت کردیم اکسن عویزی نمیگیر نگیشن خب شما الان حتی اگه این رو بخواییم بگین برعکس اون رو بسا بگیم جز اینکه اون برعکس رو بگیم
آره الان میتونیم استفاده کنیم. بگین یه جوری کار کنیم. چه اشکال ایجاد میکنه؟ گاما اگه بده سایه رو پای رو، گاما به شما میده هر ایکس سایه رو پای رو. خب اینجا پس سایت کاندیشنی که این مسئله میخواد اینه، این که ایکس متعلق به فی ساین نباشه، ایکس در هیچ یک از فرمولای چیز هم ظاهر نشده باشه. اعضای گاما آزاد ظاهر نشده باشه دیگه. این تمام میشه دیگه. پس از این من به دست میارم که آها وجود دارد، ایکسش میاد توی مرحله اول. پس از این من به دست میارم که گاما میده پس شما پایی رو بید سن ساده. پس اینجا از اینجا به اینجا جنرالیزیشن استفاده کردم، شرایط سایدش رو دارم. اینجا هم یک گاما حذف کردم، از 14 استفاده کردم، اینجا هم فقط از دیداکشن استفاده کردم برگردوندم. خب از این کارها خیلی میتونیم انجام بدیم. حالا اگه احتیاج داشته باشیم توی مسیر میگیم. خب پس این در مورد هیلبرت استایل. من در مورد نچرال دیداکشن هم صحبت کنم. دقیقا من باید هم قواعدی که نشون میدیم، همون قواعدی که توی بخش پروپوزیشنال داشتیم این نوع باید گسترش بدیم برای یه سور عمومی و وجودی. بگیم به چه صورتی نشال دیداکشن. من یادآوری کنم کاری که انجام میداد برای ما رابط های منطقی که داشتیم، یه سری قواعد داشت که معرفیش میکرد، یه سری قواعد داشت که حذفش میکرد. ما دقیقا باید این کار رو برای این دستگاهمون انجام بدیم. من قواعد رو بنویسم. پس برای سور عمومی من باید اینا رو داشته باشم. اگه من یه استنتاجی داشته باشم مثل دی و با استفاده از این دی به آی ایکس رسیده باشم، اون وقت هر ایکس آی ایکس دارم. اینو بس می‌نویسیم معرفی سور عمومی. خب دقت کنید که اینجا هم با سایت کاندیشن داریم شبیه همون قبل. تمام مفروضاتی که من استفاده می‌کنم توی استنتاج دی که به آیس برسم، ایکس نباید توشون آزاد باشه، وگرنه دچار مشکلی میشه. اگه این شرط رو بردارم میتونین این رو اثبات کنین برای من؟ انتهای کار میخوام اینجا داشته باشم، این شرط رو میخوام بردارم اینو ثابت کنم. اگه صفر مساوی با صفر باشد، آنگاه به ازای هر ایکس، ایکس مساوی با صفر. از این قاعده میخوام استفاده کنیم ببینیم که میتونیم اینو اثبات کنیم. شرط سایت کاندیشنش رو برمیدارم. پس سایت کاندیشن این
یعنی کسی میتونه این اثبات کنه. انتهای کار این میخوام بهم اثبات. چی بنویسن؟ آرو گرفتیم ایکس مساوی صفر. اینو فرض کردیم؟ این جزء مفروضاتونه؟ آرو اینو تعریف کردم ایکس مساوی صفر. ایکس تون ایکس مساوی صفر. الان آرو صفر رو فرض کنیم. آرو صفر رو؟ صفر مساوی با هم صفر هست. بعد الان از همین قاعده‌ای که داریم نتیجه میگیریم که به ازای در ایکس و ایکس. خب چجوری؟ چیز نداریم که صفر در نظر گرفتیم. آیا صفر رو گرفتیم اینجا چجوری میخوای بنویسیم هر ایکس و ایکس؟ آیا ایکس که نیست؟ این بالا رو ببینیم میتونی پر کنیم. انتهاش میخواییم به اینجا برسیم. خب پس توی قاعده معرفی هر من باید دقیقا شبیه حالت جنرالیزیشن که هنوز اونور هست این شرط داریم که این بالا ممکن مفروضاتی استفاده شده باشه به آیکس برسم، تو اون مفروضات ایکس نباید به صورت آزاد ظاهر شده باشه. بعد من قاعده حذف بشم همینجا بنویسم. قاعده حذف بشم میشه اینجا. حذف سوره عمومی. اگه من یه استنتاجی داشته باشم با استفاده از این استنتاج به هر ایکس آی ایکس رسیده باشم، از این میتونم به آی تی برسم. خب شرطی که اینجا داشتیم اگه یادتون باشه شرطمون این بود که تیر نباید برای ایکس آزاد باشه دیگه. پس ساید کاندیشنش اینه. آزاد است. خب من خب اینجا یه قسمتش رو پاک کنیم اینا رو بنویسیم. برای سوی وجودی هم به این سوی اگه من یه استنتاجی داشته باشم به آی تی رسیده باشم که به جای ایکس داره میشینه، در این سوی میتونم اجازه بگیرم که وجود دارد ایکس هر ایکس. پس این معرفی سوی وجودیه. من یه شاهدی پیدا کنم برای اینکه آرا قبول داشته باشم، پس کلن این گزاره رو قبول دارم و مشابهن حذف من این پایین بنویسم. حذف سوی وجودی اینم به این صورتی. کسی میتونه قاعده خودش بگه؟
آره، سور وجودی. شما یه تجربه برای یا دارین، حذف یا. اگه دقت کرده باشین، سور عمومی و سور وجودی ما یه جوری و یاگیری های نامتناهی رو داره به شما میگه. سور عمومی و شما و دلخواه داریم میگیریم و نامتناهی. درسته؟ ما مفهوم فرمول یه مفهوم متناهیه. سور عمومی داره این کار رو انجام میده که اون مفهوم و نامتناهی یه جوری تبدیل به متناهی کنه. و مشابهاً سور وجودی هم داره همین کار رو برای شما انجام میده. با این توضیح میتونیم بگیم که حذف سور وجودی رو چجوری باید بنویسیم؟ حذف سور، حذف یا رو به من بگین. فرض کنید که شما یه استنتاجی داشتیم برای آ یا بی، چیکار میکردیم؟ اگه مثلا آ رو فرض کنیم یه استنتاجی برای سی بدین، بی رو هم فرض کنیم همون استنتاج برای سی بدین، حالت بندی میکردیم دیگه، نه؟ معنی میشود این که احتیاج به این فرض بندی نداره، آ یا بی خلاصه به شما سی رو میدیم. شبیه این میخوام بنویسیم. پس اگه شما وجود دارد ایکس آ ایکس رو داشته باشین به هر استنتاجی که دارید. خب چی بنویسم؟ اگه یه شاهدی داشته باشم، شاهد فرض کنم، با اون شاهد فرض شاهدی من به یه استنتاجی برسم، بدون اون فرضم میتونم بهش برسم، نه؟ پس اگه آیتی رو من فرض کنم با یه استنتاجی به سی برسم، اصلا بدون این فرض من حتما سی دارم، چون من مطمئنم که اگه این برقرار باشه حتما یه شاهدی برش وجود داره دیگه. راسته؟ پس من اگه این فرضی رو انجام بدم حتما به سی میرسم. این طبیعیه که دقیقا یه تعمیمی از همین قاعده است. خب با اون توصیف شهودی که دادیم که سور وجودی یه جوری میخواد همون یای نامتناهی باشه و سور عمومی میخواد همون جور همون وای نامتناهی باشه، اینا بعدی هر دو حالتی که نوشتم این رو الان نگاه کنید. این داره به شما میگه که اگه AX مثلا و BX برقرار باشه، هر کدوم از آیتم هایی که شما در نظر بگیریم برقراره دیگه. درسته؟ اینجا داره میگه AX، اینجا X من دلخواهه، بعد هر کدوم از اینا A0 A1 A2 الی آخر برقرار باشن، اون موقع میتونید شما سور عمومیتون رو ببرید. پس با این نگاه شهودی این برقرار هست. مفهوم برهان مشابه حالت پروپوزیشنال که گفتیم، اینجا مفهوم برهان توی دستگاه نچرال دیداکشن به همون صورت تعریف میشه. درخت برهان داریم که مجموعه برهانان آن رو میرفتیم توی این درخته، کوچکترین مجموعه بود که میگفتیم که چه خاصیت بستاری داره. خاصیت بستاری که اونجا در نظر گرفتیم، اینجا دو تا چیز بهش اضافه میشه. خاصیت بستاری من چیه؟ اگه چنین برهانی که من برای این قسمت تا اینجا دارم اگه بیفته توی اون مجموعه درختای برهان من، کل این چیزی که اینجا دارم هم میفته توی اون مجموعه برهان، مشابه هم برای این و این و این. خب این سایت کاندیشن ها رو در نظر بگیریم. پس این نتونست کامل کنه. کسی نتونست ثابت کنه. خب یه مثال با هم هند کنیم تا این بریم. اولین مثالی که داریم اینه. این قواعدی که توی هیلبرت داشتیم اینجا بگیم. تو دستگاه NQ من میخوام اینو ثابت کنم. هر X A رو BX نشان میده A رو هر X به X.
شرطی که داریم اینه که x متعلق به متغیرهای آزاد آ نیست. خب سعی کنیم براش اثبات بدیم. چی رو فرض کنیم؟ این شرطی داریم دیگه توی بخش پروپوزیشن. یادتون باشه اگه من به گزاره شرطی میخواستم برسم میایست مقدم رو فرض کنم ببینم میتونم به این برسم یا نه دیگه. نه؟ خب پس اولا که حتما من بس این رو فرض میکنم. این فرض رو پس توی انتهای کار احتمالا این هست میشه. بعد دوباره پس من باید این اثبات کنم. توی این اثبات دوباره یه شرطی دارم دیگه. پس من مقدم رو دوباره فرض میکنم. برای کجا؟ اینجا. از این شما نتیجه میگیریم که آن رو بی ایکس. خب از این دوتا بی ایکس رو نجمی از کجا داری نجمی گیریم؟ آها حذف شرطیه. درسته از حذف شرطی استفاده می کنن پس بی ایکس رو من نجمی. خب بله. خالی مجاز هستین دیگه نه؟ ببینید تنها فرضی که من الان جز مفروضات من هستن این دوتا. درسته توی این که اصلا سوی عمومی بسته شده بس متغیر x توش آزاد نیست. این هم که طبق فرض من توی متغیر x توش آزاد نیست پس از اینجا به اینجا مجاز هست. تو مسیر برهان هر مفروضاتی که من استفاده می کنم مفروضات دوتا فرض استفاده کردم توی دوتا فرض به x آزاد نیست پس این مجاز هست. خب پس اینجا شماره یکیتون هست میشه شماره دوتون هست میشه. پس اینجا شماره یک هست میشه. قاعده رو بنویسین که نمشون بعدش هم اینجا شماره دوتون هست میشه. می‌بینی واقعا این کار کردن باید راحت تر. خب بیانی یکی با باید بیانی بعدیش اون قاعده دیگه که توی هیلبرت داشتیم اونم بگیم. قاعده دیگه چی بود؟ می‌بینی دستوری که داشتیم هر ایکس آی ایکس ار و بی به شما میداد وجود دارد آی ایکس ار بی. شرطی که داریم که ایکس متعلق به متغیرهای آزاد بی نیست. این دیگه الان باید بتونیم بنویسیم. خب بریم جا ببینیم مشکلی ایجاد میشه. چی رو؟ آیکس رو چرا فرض کنیم؟ چون میخواییم خود آیکس رو حذف کنیم؟ فرض کنیم از این که اول شما میخواییم الان آیکس آنگاه بره به دست بیاریم نه حالا چون احتیاج به بی دارین آی ایکس رو میخواییم فرض کنیم
از این هم شما دارین بی رو به دست میرین. خب آها خب اینجا شماره دو نه بیاد فرضتون اینجا انجام بدیم من که از استفاده نکردم درسته الان دو داره هست میشه آها میمونه خواه آیکس چشم خرس کن نه دیگه من تنها چیزی که میتونم بگم میگم آیکس میتونی بیاره بیت متوجه نشدم آیا شما از اون میخواین چیز کنی؟ نمیشه آرو فرض کنم آها حذف میشه اگه من به ازای یه آی تی بتونم به سی برسم در این صورت میبینید بدون اون فرضم شما میتونید بهش برسید دیگه ببینید وجود دارد ایکس آی ایکس رو من یه برهانی دارم برهانش چیه؟ فرض کردنش درسته حالا من با استفاده از فرض آی ایکس میخواین اینا اینجا بنویسیم که بهتر خودشونشون بده آی ایکس بود دیگه نه؟ این شماره دو من با استفاده از فرض آی ایکس با استفاده از فرض آی ایکس خلاصه دارم به این نتیجه میرسم که بی درست درسته به بی دارم میرسم دیگه قاعده این قاعده به من داره چی میگه؟ کلا میتونم نتیجه بگیرم که بی درست پس از اینجا من دوباره اینو بنویسم کاش که اینو یه جوری بهتر نمیشتیم خوبه بله هم قبلا نوشته بودم بهتر بود بی. خب حالا من چی میتونم حذف کنم؟ دو بعدم یک حذف کنم از این دست مثال میتونی خیلی حل کنی احتمال تمرین خیلی زیاده استراکچر کلیش هم فقره کسی نتونست اینو بگه نه بمونه برای خودتون کاری که ما میخوایم انجام بدیم برای جلسه بعد پیشنهاد میدم که حتما باشین برای اینکه اثبات کامپیتنس میخوام بگم و ممکنه با یه جلسه که مسلماً تموم نمیشه من استراکچر کلی رو بگم یه یادآوری بشه توی پروفشنال لاجیک ما چیکار کردیم؟ توی پروفشنال لاجیک
ما اومدیم وقتی میخواستیم قضیه کامپلیتنس، قضیه ساندنس این بود که این دوتا رو هر کدوم از قواعدی که داریم توی دستگاه رو ببینیم که قواعد خودشون برهان میدادن دیگه، آیا اینا درست هستن یا نه. به چه معنا؟ به این معنا که اگه مقدم درست بود آیا تالیه ما درست میشه یا نه، بر حسب مدلیری که میکنیم. همین کار رو اینجا میتونیم انجام بدیم، هیچ تفاوت خاصی نداره، چند دستور هم اضافه شد. یه کار دیگه که ما توی بخش پروفشنال گفتیم که میتونیم در نظر بگیریم این که دستگاه نچرال دیداکشن باشه یا هیلبرت استایل باشه با هم معادلن. یعنی هر چی توی هیلبرت استایل من اثبات کنم حتما توی نچرال دیداکشن میتونم اثبات کنم و برعکس، که این هم به صورت استقراری انجام میشد. کیس با کیس میتونستین تمام اصولی که اون بر هستش، مثلا برای این ما دو تا از اصولش رو اینجا به دست آوردیم دیگه، اون بر هست و میتونیم توی نچرال دیداکشن اثبات کنیم و برعکس. مثل جنرالیزیشن که خودش یکی از قواعد این بر هست و این پی هم که حذف شرطیه الی آخر. و مشابهاً اگه تمام قواعدی که این بر داشته باشیم، من میتونم اون بر براش توی هیلبرت استایل اثبات بدم. هیلبرت استایل به شما چی میگه؟ مثلا اگه یه قاعده شبیه این داشته باشین، این داره میگه توی هیلبرت استایل بگیم که هر ایکس آی ایکس رو من اگه داشته باشم، آیا میتونم آی تی رو براش به دست بیارم یا نه؟ که اینو میتونیم مثلا دیداکشن استفاده کنیم و اونو به راحتی و قاعده اصل 11 استفاده کنیم و به راحتی به دست بیاریم. خب پس بنابراین اینجا مشابه حالت پوزیشنال دو تا دستگاه با هم معادل میشن. توی کامپلیتنس هر کدوم از این دستگاه رو که بخوایم میتونیم استفاده کنیم. توی کامپلیتنس ما چیکار میکردیم؟ این که اگه یه چیزی درست باشد که اینجا میشه که هر مدل و هر والویشنی که براش در نظر میگیریم تو اون رده مدل و والویشن این اثباتی که من دارم برقرار هست. در این صورت من میتونم براش برهان بدم. خب دقت کنید که من محدودیتی که اینجا ایجاد میکنم برای اثبات، ما باید ببینیم به ازای هر مجموعه از فرمولا و هر فایی که میگیرم اگه گاما فای رو بده، اون وقت قضیه کامپلیتنس به من این دیگه دیگه، اون وقت گاما باید سینتکتیکالی هم به شما فای رو بده. من محدودیتی که میذارم این که گامایی که اینجا میگه مجموعه از جملات، یک مجموعه از فرمولا باشه، مجموعه از جملات، برای اینکه هیچ بحث حاشیه‌ای که محفوظات باید چجوری باشن رو در نظر نمیخوام بگیرم. و عملا هم توی کار ریاضی ما هر چی باشون سر کار دیم همه جمله هستن. یعنی هر تئوری که شما کار کنین تو هر شاخه از ریاضی حتما به صورت جمله هستن. یعنی گزاره‌ای که با من قضیه در نظر میگیرم جمله هست. پس این محدودیت زیادی نیستش که من در نظر میگیرم. پس من با صورت قضیه به این صورت میمیستم، هر مجموعه از جملات داشته باشم اگه فای رو به طور لاجیکالی درست ببیند، حتما برای فای من با استفاده از این مفروضات میتونم برهان بدم. کاری که من توی منطق پروپوزیشنال انجام دادم این بود که قضیه تمامیت رو معادل کردم به اینکه هر مجموعه سازگار از فرمولایی که شما در نظر میگیرید، اینجا ما باید بگیم هر مجموعه سازگاری از جملات که در نظر میگیریم، اینا حتما دارای یه مدل هستن. من اینجا باید همین کار رو انجام بدم، باید به طبیعی هستش. من اینجا جملاتی که دارم، فرمولایی که دارم، سور داره باید کار میشه، رده زیادی از فرمولا برای شما میسازه. یک کمی کار مشکل تر میشه اونجا. ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، مجموعه سازگاری که در نظر گرفتیم رو تبدیل به سازگار ماکسیمال کردیم. توی سازگار ماکسیمال گفتیم چیکار میکنیم؟ مدل رو صریحا معرفی کردیم که با تعلق و عدم تعلق مدل برای شما مشخص میشه. این کار رو باید اینجا انجام بدیم، ولی یک کمی دچار مشکل میشیم، برای اینکه به این راحتی نمیتونیم سازگار رو به سازگار ماکسیمال انتقال بدیم که مدل داشتن رو برای من حتما در مقام بیاره. مجبور هستیم که یه سری تعریف‌های جدید بیاریم که مدل‌هایی که شاهد داشته باشن، یعنی تئوری‌هایی که من برای من شاهد داشته باشن. شاهد داشته باشن یک گزاره من این پایین هنوز هست. یه چیزی شبیه این، یعنی این کار رو بتونه برای من انجام بده. اگه وجود دارد x سایر توی عبارت من هست، میخوام بگم که اون شاهده‌ای که باعث میشه این گزاره درست باشه، اونم خودش توی مجموعه جملات من باشه. این چنین چیزایی میخوام بندازم توی جمله. وقتی بخوام بندازم توی جمله، زبان مجبورم دستکاری کنم. یعنی چه؟ یعنی که به اندازه کافی زبان باید
فرمول توش وجود داشته باشه یا نماد باید توش وجود داشته باشه که من وقتی تعبیر میدم تعبیر من اون شاهد هستش دیگه، که تعبیرش که شاهد من میشه بتونه اینجا بیافته توی تئوری من یا اینکه در تئوری من درست باشه. این کاره برای اینکه انجام بدیم یک کمی مجبور هستیم که یه سری گام های برداریم که یک کمی پیچیده میشه و ما سعی میکنیم که اون رو بکیم. اثباتی که ما اینجا میگیم اثباتی هستش که هنکین داده، هنکین سال 1945 داده و اثباتی که خود گودل داری یکم پیچیده هستش، با زبان امروزی ممکن سخت باشه گفتنش، ولی اثبات هنگینگ یه اثبات الان کاملا کلاسیکی هستش که هر کی میخواد قضیه فرست اوردر کامپلینسش رو بگه از این طریق میگه. پس این کل استرکچر جلسه بعد خواستم باشه.